ممکنه در حین کار شما ببینید که مثلا یه نما توی تدوین کاتای خیلی زیادی خورده در واقع نمای اصلی ما از یک دوربین با شرایط نوری ثابت فیلم شده و مثلا ما این نمامون که میخوره به این نما و بعد میخوره به یه نمای دیگه از همون زاویه و از همون بازیگر و دوباره برمیگرده و میخورد به, یه نمای دیگه باز از همون بازیگر ممکنه هر سه تا نما ها یعنی در واقع هر سه تا نمای ما شرایط تصویری ثابتی داشته باشن نور ثابت دوربین ثابت شرایط فیلمبرداری ثابت و طبیعتا شما میتونید با یه کالر گرید یعنی اگر شما یه دونه از اینها رو اصلاح رنگ بکنید هر سه تای اینها درست خواهند شد ممکنه مواردی پیش بیاد که شما کات های خیلی زیاد داشته باشید تعداد راش های خیلی زیاد داشته باشید و درسته که میتونید خیلی راحت با درگ کردن گرید روی کلیپ های دیگه اون رو منتقل بکنید درسته که میتونید با کپی پیس کردن و از مموری بنک استفاده کردن خیلی راحت اون گریدی که دارید رو منتقل بکنید به تصاویر دیگه تون. اما یه راه حل دیگه هم توی کالر وجود داره که شما رو میتونید توی این راه کمک بکنه شما برای این کار باید بیاین توی تب ستاب توی قسمت شات و از حالت لیست که شرایط عادی نمایش نماهایی که شما توی تایم لاین استفاده کردید اون رو در بیارید و بکنیدش تامنیل وقتی شما این قسمت رو به تامنیل تبدیل میکنید میتونید با کلیک کردن روی هر از این نماها که هایلایت میشن اونها رو جابجا جا بکنید به طور مثال من اینجا این ستا نما رو میخوام براشون یک اصلاح رنگ ثابت در نظر بگیرم و با یه روش ثابت اونها رو اصلاح رنگ کنم من کلید جی رو که اول گروپه به معنای گروپ میزنم گروپ رو اضافه میکنم به تصویر و با رایت کلیک کردن و درگ کردن توی گروپ دقت بفرمایید که با رایت کلیک کردن روی این قسمت و درگ کردن نه با کلیک و درگ کردن مثل اون چیزی که ما توی کالر فیکس داشتیم شما میتونید اینها رو اعضای یک گروه بکنید اگر نخواستید شما میتونید رایت کلیک کنید و جای دیگه درگ کنید و از حالت گروه از حالت یک عضو گروه در میاد من حالا اگر گروه انتخاب بکنم به جابجا بکنم شما میبینید که هر سه تا عضو الان داخل گروه هستن حالا اگر من به طور مثال بیام اینجا یک اصلاح رنگ برای این انجام بدم به طور مثال سایه ها رو بیشتر بکنم شدتشون رو هایلایت ها رو یه مقدار بیشتر میتون ها رو یه مقدار بیشتر و حالا دوباره سایه ها رو یه خورده تیره تر بکنم میتون ها رو باز هم روشن‌تر بکنم سچوریشن هم رو بیشتر بکنم و حالا تنظیمات دیگه ای که توی قسمت سکندریز هم, هم میتونم داشته باشم مثلا اینجا میتونم بیام به طور مثال توی سچوریشن کور و مثلا سچوریشن رنگ های آبیم رو کم بکنم البته باید انیبل بکنم سچوریشن رو رو و حالا هر تنظیمات دیگه که شما داشته باشید مثلا بیام توی کالر افکس یه فیلم لوک به تصویرم اضافه بکنم من حالا تمام این گرید رو یعنی تمام کارهایی که کردم رو میتونم منتقل بکنم به گروه به چه شکل شما اول همونطور که میدونید بعد ببین روی یک کلیپ دیگه تا این قسمت شما ریفرش بشه حالا که ما میبینیم ما یه پرایمری یک داریم یه سکندری یک داریم و یه کالر افکس من میتونم این گرید رو از اینجا روی خود گرید بعد کلیک بکنم و اون رو درگ بکنم روی گروه به محض اینکه من ولش بکنم شما میبینید برای سه نمایی نمای دیگه هم این اتفاق میفته و هر سه تا نمای دیگه از این گرید استفاده میکنند اگر شما نخواستید این کار رو بکنید و داخل گروهتون یه گرید رو کامل منتقل بکنید به طور مثال شما فقط میخواید پرایمری اینتون رو بین گروه تقسیم بکنید خیلی راحت شما فقط پرایمری اینتون رو درگ میکنید و اون رو منتقل میکنید به گروه البته اینجا چون دوتا عضو دیگه قبلا کل گرید بهشون نسبت داده شده خب چیز نمیتونم بکنم در واقع من نمیتونم الان دیگه فقط پرایمری یک رو بهش نسبت بدم چون کلش رو قبلا نسبت دادم اما اگر بخواید همونطور که گفتم میتونید پرایمری یک رو درگ بکنید روی گروه و به سه تا نمای دیگه اعمال میشه حالا اگر من مثلا بیام اینجا فرزن توی این پرایمریزم تصمیم دیگه بگیرم به طور مثال تصویر رو یه خورد آبی تر بکنم نه نه اینقدر و هایلایت هم رو هم روشن تر و آبی تر بکنم و بیام حالا توی نماهای دیگه شما میبینید که الان پرایمری یک من دیگه تغییر کرده و من میتونم حالا مثلا پرایمری یکم رو انتخاب بکنم درگ بکنم بیارم روی گروه و حالا شما میدید توی نماهای دیگه هم اعمال میشه